با عرض سلام به عموم خواهران و برادران مکرم ایمانی، مجلس فقری امشب را با قرائت فاتحه آغاز می کنیم. برادر مکرم امیر علی خان لباف، بفرمایید. از جهت توسل و اتصال به روح پرفتوح قطب العارفین و ملجأ السالکین و ملاذ المؤمنین حضرت آقای حاج دکتر نور علی تابنده مجذوب علی شاه قدس الله مرقد الشریف الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شحودا ومحدت له تمحيدا ثم يطمع أن أزيدا. كلا إنه لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. صدق الله العلي العظيم. آياتي تلاوت شد از قرآن مجید که تقابل و رویارویی بین دشمنان رسول اکرم و کلمه حق میخوان هر جوری که شده رسول اکرم رو از پا بیاندازند و در این مقطع چنان که مشاهده میشه آیه های شریفه قرآن مجید یک جنگ روانی عجیبی رو که بر علیه پیغمبر اکرم به راه افتاده داره توضیح میده. فعلا اینجا در این مقطع در این آیه های شریفه قرآن مجید که در مکه معظمه نازل شده اینها در پی ترور فیزیکی رسول اکرم نیستند دشمنان، ولی به شدت در پی ترور شخصیت حضرت رسول هستند و میخوان ایشون رو بی اعتبار بکنن که دیگه کسی دور ایشون نره، رفت و آمدش قطع بشه.
یعنی انقدر سیاه نمایی کنم از چهره نورانی و صورت منور و پاک رسول اکرم که دیگه مردم مکه و کسانی که در شبه جزیره العرب هستند کسر شأن خودشون به شمار بیارن که برن بخوان با رسول اکرم گفتگو بکنن. به این ترتیب تصمیم گرفتن که پیغمبر رو تخریب بکنن. اما یکی دو مسئله است که نمیتونن اون رو انکار بکنن، و اون هم اثریه که رسول اکرم کلامشون ایجاد میکنه و این رو اقرار میکنن، اعتراف میکنن. از یک سو میگن ان هذا الا قول بشر، این کلام یه آدمیزادیه، اسمش محمد، ما میشناسیمش، 40 ساله که توی مکه بین ما زندگی کرده، ما تمام جزئیات زندگی خودش رو از تولد تا به امروز میدونیم. این سوره سوره مدثره و جزو نخستین سوره هایی که به پیغمبر اکرم نازل شده. در همون 40 سالگی رسول اکرم، وقتی رسول اکرم 40 سال از ایام عمرشون گذشته و به ایشون دستور داده میشه که رسالت خودشون رو اعلان بفرمایند، سوره هایی که به رسول اکرم نازل میشه در همون ایام، یکیش سوره المدثره که واکنش مردم رو در قبال رسول اکرم نشون میده. مردمی که تا حالا داشتن با پیغمبر اکرم زندگی میکردن، رفت و آمد داشتن، گفت و شنود داشتن، به ایشون اعتماد داشتن، اعتماد بسیار زیادی داشتن، ایشون رو امین خودشون میشمردن. زمانی که پیغمبر اکرم 35 سال از ایام حیاتشون گذشته بود، یعنی 5 سال قبل از اعلان رسالتشون، یک بار خانه مکه دچار آتش سوزی شد و چون این رو از چوب درست کرده بودند، این خانه چوبی بود، به همین دلیل کاملا سوخت و خاکستر شد، از بین رفت. بعد از اون مهندسان رومی از بیزانس داشتن با کشتی مسافرت میکردن، این کشتی داشت از طرف دریای سرخ عبور میکرد، اونجا به گل نشست، براش یه حادثهی پیش اومد و نتونست به سفر خودش ادامه بده و اتفاقا مال و تجاره این کشتی وسائل مختلف ساختمانی بود و چند نفر از کسانی که تخصص ویژه داشتند در مهندسی بناها و ساخت و ساز بناها در این کشتی بود. اینها اومدن برای که مال و تجاره خودشون رو، مصالح ساختمانی و غیره رو از اون کشتی نجات بدن، بیارن بیرون. همون موقع چند نفر از تجار مکه، تجاری که از مکه حرکت کرده و رسیده بودن به کنار دریا، میخواستن برن اون سو، دیدن که
اینها اومدن گفتن شما کجا میرین، از کجا اومدین، چی شده؟ متوجه شدن گفتن اتفاقا ما احتیاج داریم به این وسایل ساختمانی، چون یک معبدی داریم اونجا، محل عبادتمون بهش میگیم بیت الله، و این سوخته و از بین رفته چون با چوب درست شده بوده، و میخوایم این دفعه با مصالح مانند گچ و سنگ و غیره درست بشه که اگر آتش بگیره اینطوری فرو نریزه و نسوزه. اینها رو دعوت کردن، اینا اومدن و اومدن به شهر مکه، وسایلشون هم گذاشتن روی شطور و قاطر و غیره آوردن، و اهل مکه جمع شدن و یه صندوقی تهیه کردن، مخارج تجدید بنای مکه رو عموم مردمی که اونجا به حد وسع خودشون تأمین کردن و به اینا دادن، اینا شروع که اینجا رو درست کردن، یعنی بر اساس همون بنیانهایی که از صده ها قبل وجود داشت و اینجوری که در قرآن مجید ذکر شده، نخستین بنیانگذار اون پایه ها حضرت ابراهیم علیه السلام در 3670 سال پیش بوده و به دستیاری اسماعیل علیه السلام فرزند او. همون بنیان ها که مشخص کردند این مهندسان، این خانه رو درست کردن از اول و بالا بردنش به همین صورت مکعبی شکل که نامش اصلا کعبه است، یعنی ساختمان مکعبی شکل، این رو درست کرد. اما یکی از ویژگی های این معبد بیت الله این بود که در یکی از دیوارهای چهارگانه این معبد اون حجر الاسود قرار داشت پیش از اینکه آتش سوزی بشه، و خب وقتی آتش گرفت همچی سوخته بود، این حجر الاسود یعنی سنگ سیاه، یه قطعه سنگ سیاه، خب این آتش بهش اثری نکرده بود دیگه، افتاده بود یه گوشه ای افتاده بود، اینا اونو برداشته بود، در نتیجه جاش رو معین کردن که رو کدوم دیوار باید باشه، و گفتم که اینو باید سر همون جایی که باید باشه نسبت به رکن ابراهیم این رو باید سوار. حال این حجر الاسود، این یعنی این سنگ سیاه، این یه تیکه سنگ سیاه، این چیه؟ خاصیتش چیه؟ از کجا اومده؟ چرا باید تو دیوار کعبه تعبیه بشه؟ این حرفا راجع به این سنگ، راجع به این قطعه سنگ سیاه هیچ ذکری در آیات شریفه قرآن مجید نشده مطلقا، ولی برای مردم این یه اهمیتی داشت، قبل همیشه این اهمیت داشت، حالا چرا و به کجا برمیگرده، این پژوهندگان در این زمینه تحقیقات زیادی کردن، نظریاتی ارائه دادن که حالا خارج از حال. شما تصور کنید که این بنای کعبه درست شده، از نو احیا شده، درست شده، ساختمانش تموم شده، سقفش تعمیر شده، در روش بوزه، همه این حرفا، حالا میخوان این سنگ سیاه رو، حجر الاسود رو در دیوار اینجا تعبیه بکنه. خب کی اینو بذاره سر جای خودش؟ چون ببینین یک قبیله متشکل از عشیره های متعدده، و این عشیره های متعدد که همه در یه نقطه چادراشون رو برپا میکنن، درسته که اینها
با هم همسایه هستند، هم دیگر رو میشناسند، در طول شبان روز با هم دیگر رفت و آمد دارند، خرید و فروش میکنند به هم، غیره غیره غیره. و اگر این مکه مورد هجوم و حمله قرار بگیره، همه دست جمعی ازش دفاع میکنن اینا، اما بین خودشون حسادت های عجیبی وجود داره، رقابت های عجیبی وجود داره، قرابت های عجیبی وجود داره. قرابت با غین به معنی بود، و به همین دلیل هم هستش که سر هر مطلب کوچیکی که میخواد پیش بیاد در یک چنین گروه های انسانی که با هم دیگه یه جا زندگی میکنن، چشم و همچشمی مطرح میشه که نکنه اگر مثلا فلان کس از فلان عشیره برداره این سنگ رو اینجا نصب کنه، یه موقعیتی پیدا بکنه، یا اون یکی مخالفت میکنه. یه به هر حال اینجا بحث بالا گرفت، نشستم یه گوشه بود توی مکه که بهش میگفتن دار الندوه و محل گرد همایی ریش سفیده های مکه. این ها مادم نشستم با هم دیگه گفتن الان میخوایم اینجا این سنگ رو نصب کنیم، الان داره زمینه رو برای یه جنگ بین العشیره‌ای بین ما فراهم میکنه، یه راهی باید پیدا بکنیم که همین سنگ نصب بشه اما جنگمون نشه. نهایتا تصمیم گرفتن که یه دونه پارچه بزرگی آوردن و سران قریش اومدن و گوشه های این پارچه رو گرفتن و این سنگ رو گذاشتن توی این پارچه و حرکتش دادن از سمت دار و ندوه رفتن تا پای دیوار کعبه. و سپس اونجا آقای محمد ابن عبدالله که 35 سالشون بود، از ایشون خواستن که شما با توافق عمومی همه ما سران قریش این سنگ رو بردارین بذارین سر جاش توی دی. و ایشون این کار کرد. پس پیغمبر اکرم مشخص میشه که دارای یک شخصیت درخشانی بودن که همه اعضای قبائل و عشائر ساکن مکه علی رغم همه دشمنی هایی که با هم دیگه داشتن، نسبت به رسول اکرم، نسبت به محمد ابن عبدالله حسن ظن داشت. ایشون رو انسان شریف و با شخصیتی میشمردن، به ایشون میگفتن محمد امین. حالا 5 سال از اون موقع گذشته، از موقع نصب اون سنگ سیاه تو دیوار کعبه گذشته، پیغمبر تشریف آوردن، رفتن بالای یه بلندی وایسادن در مکه، فرمودن که به من خداوند رب البیت صاحب این کعبه به من وحی کرده که به شما اطلاع بدم که من از طرف خداوند یه رسالتی دارم برای شما. و اندر عشیرتک الاقربین، ایشون ابتدا این مطلب رو با سران قریش که غالبا از عموهای ایشون، از پسر عموهای ایشون، نزدیکان ایشون، بعد اعلان عام کردن. از همون اول که ایشون این مطالب رو بیان کردن، اون حسادت ها، اون رقابت ها، اون کینه ها، اون دشمنی ها مثل یک آتش فشانی گور گرفت. به خصوص پیرمردها و مسنترها اومدن و گفتن تو این حق بازی ها رو داری میکنی به واسطه جاه طلبی،
به واسطه این که میخوای بر مسند حاکمیت در مکه بشینی و همه این قبائل و عشیرها پیرو تو بشن. پیغمبر فرمودن که دنیایی که من میبینم توش این حرفا اصلا جایی نداره. من که توی کوه حرا دائم تو غار نشسته بودم، داشتم کار خودم رو میکردم و به کسی کاری نداشتم و دنبال این چیزام نبودم. من دنبال دنیا نیستم، چشمی هم به دنیا ندارم. این مأموریتی که من داده شد، شما به حرف من گوش بدید، ایراداتون رو مطرح کنید، سوالاتون رو بگین، انتقاداتتون رو طرح کنید، من بهتون جواب میدم. اونها گفتن ما هر کاری که بخوایم بکنیم برای اینکه تو رو نفی بکنیم بیشتر سبب تبلیغ تو میشه. ما میخوایم با ایجاد خفقان و بایکوت مطلق تو رو از اذهان مردم پاک بکنی و با تخریب شخصیت تو اجازه ندیم که مردم اصلا به تو فکر بکنن. یعنی یه نیروی بازدارندهی در درون ذهن یکایک ساکنان مکه نسبت به تو به وجود بیاد. حضرت محمد فرمودن شما گوش بدین من چی میگم، ایرادش رو بیان بکنید. ما گفتن ایراد صحبت تو در اینه، این این جمله رو قرآن نوشته، ان هذا الا سحر یؤثر. اشکالش در اینه که این مطالبی که تو میگی تو نفوذ کلام داری، این مطالبی که میگی یک نیروی جادویی و مرموز همراهشه که نفوذ میکنه و تأثیر میذاره. این نیروی جادویی و مرموز که در کلام تو هست و تأثیر میگذاره باعث میشه که مردم دنبالت را بیفتن و حرف تو قبول بکنن. ما این رو زیر سوال نمیبریم، نمیگیم تو این ظرفیت رو نداری، نمیگیم تو سحر کلام نداری، نمیگیم تو نفوذ کلام نداری. ما میگیم تو میخوای از این ظرفیتی که داری برای مسند نشینی بهره ببری، این وسیله کارته. اینی که میخوای مردم رو به توحید دعوت کنی، دین ابراهیم، دین حنیف ابراهیم رو احیا بکنی، صحف ابراهیم رو آموزش بدی، اینها همش بازی هایی که تو داری در میاری برای مسند نشینی، برای اینکه بالاتر از دیگران قرار بگیری. و چون سحر کلام داری نباید کسی به حرفای تو گوش بده. پیغمبر فرمودن که خب ولی من بر علیه کسی کاری نمی کنم، من حرفهایی رو که به من وحی میشه بیان میکنم. گفتن خیلی خوب، ما همون موقعی که شروع میکنی شما به بیان آیاتی که به شما نازل میشه، ما هم شروع میکنیم به معرکه گرفتن، به تئاتر گذاشتن، به نمایشنامه را انداختن، به قصه های حماسی تعریف کردن، مطالبی میگیم که به اون روح سلحشوری که اعراب در اون زمان داشتن نزدیک باشه و اونها رو جذب بکنه و از اطراف تو برکت. پس مشاهده میکنید که اینجا
یک تقابل عجیبی داره به وقوع میپیونده بین پیغمبر خدا که میخواد آموزش های انسان ساز بده و یه عده‌ای که یصدون عن سبیل الله، که صد میکنند راه مردم رو برای اینکه این کلام حق رو بشنوند. سه جمعیت میشه دیگه، یه نفر میاد یه حرفی میزنه، یه راه کاری ارائه میده، یه عده‌ای میخوان گوش بدن ببینن این راه کاری که این بابا ارائه میده چیه، آیا عملی هست نیست، در قبالش چی کار باید کرد، موضع گیری کرد. اما یه عده این وسط را میفتن و برای اینکه مانع مردم از توجه به این دعوت و فراخوان بشند، انواع روش های تخریب شخصیت و جنگ روانی رو به کار ببرن، برای اینکه اون فرد بدوز لب خودش رو و سکوت اختیار کنه، بگه این کار ضررش برای من بیشتر از منفعتش، تمام آرامش منو میگیره، از من سلب میکنه و چه نتیجه ای برای من خواهد داشت، چه نتیجه ای اصلا خواهد. این مردم بسیارشون مانند بادبان هستند، از هر طرف که باد منافعشون بیاد به هم زد، یعنی هیچ جهتگیری ایمانی ندارن، فقط توجهشون به مطالب بسیار بسیار کوچیک و حقیره که با باد همینجوری میاد و توجه اینا رو به خودش جلب میکنه. ولی خب رسول اکرم مأموریت داشتند، اگر این مأموریت الهی نبود و این هدایت الهی نبود و دائما ایشون به لحاظ باطنی و درونی قوت قلب نمی گرفتند از عالم غیب، این فشارها بسیار 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 سنگین بود. این فشارها انقدر سنگین بود که یک پیغمبر بزرگواری رو که مانند حضرت یونس در قوم خودش زندگی میکرد، ایشون رو فراری داد از قوم خودش، فرارشون فرار کرد، رفت سوار کشتی شد، رفت بره اصلا به یه جزیره، به یه دیار دیگه ای. که خب خداوند از سر راه برگردون دیشون رو، ولی این فشارها اینطوریه. اما از اون طرف هم اون کسی که داره در راه حق قدم برمیداره و به خاطر حق و حقیقت و به خاطر حقوق مردم داره عمل میکنه، قوت قلب پیدا میکنه از راه غیبی، خداوند بهش قوت قلب میده و نمیذاره که زیر پاش سست بشه. خداوند اینجا در این آیه شریفه میفرماید ذرنی به من خلق تو وحیدا و جعلت له مالا ممدودا و بنین شهودا و مهدت له تمهیدا ثم یطمع ان ازیدا کلا انه کان لآیاتنا عنیدا. مباحثی که در این آیات شریفه در سوره مبارکه المدثر بیان شده، انشاءالله مقدارش رو در مجالس فقهی پیشین به عرض شما عزیزان رسوندم و اینجا مقدار دیگه ایش بیان شد، با امید خدا در مجالس آتی بیشتر به مقوله خواهیم برد. برادر مکرم فرزاد خان بفرد. دم بدم دم دم بدم دم دم بدم دم دم بدم
دم بدم دم دم بدم دم دم بدم دم دم بدم دم بدم دم دم بدم دم بدم دم دم بدم دم بدم دم از ولای مرتضی باید زدن دست دل در دامن آل عبا باید زدن لا فتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار این نفس را از سر صد و صفا باید زدن دم بدم دم دم بدم دم بدم دم دم بدم بی ولای آن ولی لاف از ولایت چون زنند دم ز اوصاف ولایت با ولا باید زدن مولوایی از ولای آن ولی بر کرده این تبلو در زیر گلیم و خرچه را باید زدن جان علی جان جان علی جان علی جان جان علی لا فتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن نفس خیر المرسلین است آن ولی کردگار لا فتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار لا فتی لا فتی لا فتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار لا فتی لا فتی لا فتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار لا فتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار لا فتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار برادر مکرم سعید خان بودرزی فاتحة الاولیا رو قرائت بکنه. چشم قربان. از جهت ترویح ارواح مطهره انبیا و اولیا علل خصوص خاتم انبیا و ائمه خدا و فاطمه زهرا و جمیع مشایخ ائمه اثنا عشر و از جهت ظهور و خروج حضرت صاحب الامر و الاصل و الزبان عجل الله تعالی فرجه الشریف و از جهت ازدیاد قوت ظاهر و باطن جمیع راهنمایان دین خصوصا حضرت آقای درویش وارسته و از جهت ذکر دوام و فکر مدام جمیع اهل سلوک و اصلاح امور ظاهری و باطنی و گشایش سوری و معنوی و ازدیاد ذوق و شوق فقرای نعمت اللهی سلطان علی شاهی مجذوب علی شاهی الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خواهران و برادران مکرم ایمانی، مجلس فقری در اینجا اختتام پیدا کرد. برادر مکرم فرزاد خان بفرمایید. چشم من آدم آمد، دم دم آمد، آدم آمد، دم دم آمد، هوا
خواهران و برادران مکرم ایمانی انشاءالله در پناه خدای بزرگ تا مجلس فردی آتی سلامت و موفق و معید باشید، سرگرم دعا و اظهار نیازمندی به درگاه ایزد یکتا انشاءالله. تا مجلس فردی آتی شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.